Separation, Iran, Oscar Faradi. جایزه تاریخی برای سینمای ایران. اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار امسال برای اصغر فرهادی به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین. سلام به مردم خوب سرزمینم. حالا سیل پیام‌های تبریک به او روانه شده. حتی از سوی کسانی که روزی مانع ساخت این فیلم شده بودند. معاونت سینمایی وزارت ارشاد ایران. اصغر فرهادی وقتی که سال گذشته جایزه خانه سینما را به خاطر دیگر ساخته موفقش درباره الی برد، گفته بود که آرزو دارد که روزی چند نفر از همکارانش هم بتوانند در ایران فیلم بسازند. از جمله فیلمسازی مثل جعفر پناهی که به خاطر حمایتش از جنبش اعتراضی پس از انتخابات 88 ایران به زندان محکوم شد، ممنوع الخروج شد و دیگر اجازه ساخت فیلم در ایران را هم پیدا نکرد. اظهارات آن موقع فرهادی برای مدتی اجازه ساخت جدای نادر از سیمین را از او گرفت. حالا اما شرایط عوض شده. از فعالان سیاسی، ورزشکاران و هنرمندان گرفته تا وزارت امور خارجه آمریکا، همه به خاطر موفقیت فرهادی در اسکار به او تبریک گفتند. خبرگزاری ها و سایت های دولتی هم همینطور. کسانی که پیش از این فرهادی را به طرفداری از مخالفان و یا به تعبیر خودشان جریان فتنه و تلاش برای خوشنودی بیگانگان متهم می کردند. حتی اگر یکی از آنها اساساً صحبت‌های فرهادی هنگام گرفتن جایزه‌اش را تحریف کرده باشد، باز هم نتوانسته از کنار موفقیت این فیلمساز ایرانی بی تفاوت بگذرد. خبرگزاری فارس نوشته بود که فرهادی گفته مردم ایران با وجود دشمنی‌های غرب با برنامه هسته‌ای ایران برای تمام فرهنگ‌ها ارزش قائلند، در حالی که فرهادی هنگام گرفتن جایزه‌اش هرگز سخنی از برنامه هسته‌ای ایران به زبان نیاورده بود. خبرگزاری فارس در نهایت این خبر را پس از چند ساعت از روی سایتش حذف کرد. اما سیل پیام‌های تبریک به فرهادی به پشت میله‌های زندان‌های ایران هم رسیده. 54 زندانی سیاسی هم موفقیت جدایی نادر از سیمین در اسکار را به اصغر فرهادی تبریک گفتند. آنها گفتند که در شرایطی که حاکمان فعلی چهره‌ای خشن و عبوس از مردم ایران در صحنه بین‌المللی ارائه می‌دهند، این فیلم تصویری صادق و گویا از سینمای واقعی زندگی در ایران امروز به جهانیان عرضه کرده و همچون ندای صلح و آرامش ایرانیان در جهان تنین انداز شده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.